سرقت اشیای تاریخی ارزشمند در طول تاریخ تصورات عمومی را به خود جلب کرده و گستاخی و حیله‌گری کسانی که به دنبال مالکیت قطعاتی از میراث مشترک ما بوده را آشکار ساخته. امروز میخوام براتون در مورد عجیب‌ترین و غم‌انگیزترین دزدی‌های فرهنگی در جهان صحبت کنم. ممنون میشم که برای ویدیو ما لایک و کامنت بذارین و چنل ما رو سابسکرایب کنید. بریم برای این ویدیو. شماره 1، جواهرات تاج سلطنتی ایرلند. جواهرات تاج سلطنتی ایرلند در مزه با ارزش‌ترین اشیای سلطنتی ایرلند قرار داشتند. با این حال این جواهرات در سال 1907 از قصر دوبلین به سرقت رفتند. این جواهرات شامل یک الماس ستاره‌ای و نشان حکم سنت پاتریک بود. در واقع بلند مرتبه ترین نشان شوالیه در ایرلند محسوب میشد که به دلیرترین ها تعلق میگرفت. ارزش آن در زمان سرقت رقمی بالغ بر 10,000 پوند تخمین زده شده بود. این جواهرات در برج بدفورد در قلعه دوبلین در یک گاو صندوق نگهداری میشدند که توسط گارد مسلح از آن محافظت میشد. سرقت در 6 جولای 1907 که گاو صندوق باز شد و متوجه شدند جواهرات در درون آن وجود ندارد کشف شد. تحقیقات بعدی که برای یافتن جواهرات آغاز شد یکی از بزرگترین و گرانترین تحقیقات در تاریخ ایرلند است که طی آن 200 نفر مصاحبه شدند و بیش از 8000 نفر در جستجوی مضمونی کوبیده شدند. علاوه بر تلاش‌های پلیس هیچ کسی به اتهام دزدی دستگیر نشد و جواهرات نیز هرگز پیدا نشدند. تا همین امروز این پرونده حل نشده باقی مانده است. هرچند که در سالها نظریه ها و شایعه هایی درباره اینکه چه کسی مسئولیت این دزدی را بر عهده داشته مطرح شده است. دزدی جواهرات تاج سلطنتی ایرلند یکی از بزرگترین شرمساری های دولت بریتانیا بوده که در آن زمان کنترل ایرلند را بر عهده داشت. این دزدی نمادی از افزایش ناامنی و نارضایتی در میان جمعیت ایرلند تفسیر شد که به دنبال خودمختاری بیشتری و مستقل شدن از حکومت بریتانیا بود. شماره 2، سرقت لوح روزتا از وطنش. سنگ روزتا یکی از اشیای تاریخی مصر است که نقشی بسیار مهم در رمزگشایی خط هیروگلیف به عنوان یکی از نخستین اشکار نوشتار در جهان ایفا کرد. این سنگ در سال 1799 توسط سربازان فرانسوی در دلتای رود نیل و در جریان کارزار ناپلئون در مصر پیدا شد و حساسیت‌های بزرگی ایجاد کرد. بعد از شکست ناپلئون در سال 1801 بریتانیا کنترل سنگ روزتا رو به عنوان بخشی از معاهده اسکندریه بر عهده گرفت. این شکل از مصر به موزه بریتانیا در لندن آورده شد و از همان زمان در این موزه در معرض نمایش عمومی است. موضوع بازگرداندن سنگ روزتا موضوع بحث‌های داغی بوده است و برخی می‌گویند که این سنگ به شکلی غیرقانونی در زمان حکومت استمراری بریتانیا بر مصر از این کشور خارج شده است. مصر بارها در طی سالیان درخواست بازگشت سنگ روزتا به بریتانیا را اعلام کرده است، اما موزه بریتانیا این درخواست را رد کرده و دلیل آن نگهداری از این شیء تاریخی و همچنین اهمیت این شیء برای مجموعه موزه بریتانیا و تاریخ اندیشه عنوان کرده است. در حال این شیء تاریخی ارزشمند نیست، مثل بسیاری اشیای تاریخی دیگر به غنیمتی جنگی تبدیل شد. شماره 3، تابلو ارزشمند آخرین قضاوت در دست دزدان دریایی. دزدان دریایی گستاخ هرگز در طول تاریخ از سرقت با ارزش ترین چیزهایی که می توانستند دست رویشان بگذارند ابایی نداشتند و کمترین اهمیتی برای عواقب آن قائل بودند. پل بنکه یکی از این دزدان دریایی، یا بهتر است بگویم یکی از دزدان دریایی بود، در یک کشتی تجاری مسلح کار میکرد. دزدی او پیامدهای ماندگاری روی تاریخ هنر بر جای گذاشت. بنکه در سال 1473 در حالی که در کشتی آبای سرد دریایی شمال که در آن زمان تحت کنترل لیگ هانسیاتی بود را میشکافت و پیش میرفت، یک کشتی به نام سنت ماتیو را متوقف کرد. کشتی به نام یک بانکدار ایتالیایی بود به نام توماسیو پورتیناری ثبت شده بود که با بانک مدیچی کار میکرد، اما در حقیقت متعلق به انگلستان بود. به هر حال برای بنکه فرقی نداشت. او روی عرشه کشتی یک غنیمت ارزشمند کشف کرد، یک سگانه باشکوه به نام آخرین قضاوت.
که توسط اونس مموریم در بین سالهای 1467 تا 1471 نقاشی شده بود. او به سرعت نقاشی ها را رو بود. این دوزی درگیری های گسترده ای را رقم زد و دادگاه پاپی خیلی زود به ماجرا ورود کرد. لیگ هانسیاتیک اقدام پلبنکه را اقدام قانونی در راستای جنگ توصیف کرد. زیرا لیگ در آن زمان علیه انگلستان اعلام جنگ کرده بود. در نهایت این نقاشی ها هرگز به صاحب اصلیشان بازگردانده نشد. با گذر زمان نقاشی به کلیسای مریم مقدس در دانزیک و در نهایت به موزه ملی دانزیک در لهستان اهدا شد. شماره 4. سرقت آسان مونالیزا. دزدی مونالیزا از موزه لوور پاریس در روز 21 آگوست 1911 یکی از معروف‌ترین دزدی‌های هنری در تاریخ است. این نقاشی که توسط لئوناردو داوینچی در قرن 16 خلق شد، یکی از ارزشمندترین و معروف‌ترین آثار هنری در جهان است. در روز دزدی، مردی به نام وینسنزو پروگیا، یک مهاجر ایتالیایی که به عنوان خدمتکار در موزه لوور کار میکرد، با لباس کار وارد موزه شد. و وقتی اتاق از جمعیت خالی بود، تابلو را از روی دیوار برداشت و تابلو را زیر لباسش پنهان کرد و از موزه بیرون رفت. به همین سادگی. این دزدی سر صدای زیادی در جهان به پا کرد. پلیس فرانسه جستجوی عظیمی را آغاز کرد، اما نقاش بیش از 2 سال مفقود بود. پروگیا خیلی راحت تابلو را به آپارتمانش برده بود و در جعبه آن را نگه می‌داشت. 2 سال گذشت و او تابلو را با خودش به ایتالیا برد و هیچ کس نفهمید، اما بی‌صبری‌اش کار دستش داد. وقتی می‌خواست در سال 1913 نقاشی را به صاحب گالری بفروشه، اون به سرعت دستگیر شد و نقاشی نیز در میان هیاهوی زیاد به لوور بازگردانده شد. پروگیا مدعی شد که دزدی او در راستای حسن وطن‌پرستی‌اش صورت گرفته و اینکه او باور داشته که مونالیزا باید به ایتالیا، جایی که به آن تعلق دارد، بازگرده. اون به خاطر این جرم به 1 سال و 15 روز حبس محکوم شد. دزدی تابلوی مونالیزا مسئله سرقت هنری را به توجهات عمومی آورد. شماره 5. غارت غم‌انگیز موزه بغداد. جنگ همیشه برای آثاری که در موزه نگهداری میشد یک تهدید محسوب میشد. غارت موزه بغداد در آبریل سال 2002 در طی حمله آمریکا به عراق رخ داد. این موزه که در قلب بغداد واقع شده، محل نگهداری برخی از مهمترین اشیاء تاریخی و فرهنگی مربوط به تمدن بین‌النهرین، شامل مجسمه‌ها، کتیبه‌ها و گنجینه‌های باستان‌شناسی بود. غارت از روز 10 آوریل سال 2002 و به دنبال شدت گرفتن جنگ آغاز شد و به مدت چند روز ادامه داشت. طی این مدت 15000 شی باستانی یا به سرقت رفت یا توسط غارتگران نابود شد. دزدان ارزشمندترین قابل همترین اشیاء را انتخاب و اشیاء بزرگتر و سنگین‌تر را رها می‌کردند. غارت موزه به عنوان فقدانی عظیم برای میراث فرهنگی جهان به شدت محکوم شد. بعدها مشخص شد که سربازان آمریکایی در نزدیکی موزه مستقر شده بودند، اما هیچ تلاشی برای جلوگیری از دزدی‌ها نکردند. برخی از اشیاء سرقتی از آن زمان دوباره به موزه بازگردانده شدند، اما هنوز بخش زیادی مفقود است و گمان می‌رود که در بازار سیاه فروخته شده است. الماس ماربرو. گانگسترهای شیکاگو که منشأشان آلکاپون گانگستر معروف بود، همیشه به خاطر جرائم متعدد و سرقت‌هایشان در چشم مردم بودند. اما دزدی سرقت ماربرو در سال 1980 دیگر خیلی عجیب بود. این دزدی توسط یکی از بدنامترین و عالی رتبه ترین اعضای گانگستر به نام جوزف اسکالیس اتفاق افتاد. او در 11 سپتامبر سال 1980 به همراه همکارش یک الماس 3.6 میلیون دلاری را در روز روشن دزدید. این 2 نفر وارد جواهری گراف در خیابان شلوغ و ثروتمند محله کینگزبریج شدند و به سرعت یک الماس ماربروی 45 لیراتی را به همراه جواهرات دیگر به سرقت بردند. کل دزدی کمتر از 1 دقیقه اتفاق افتاد. این الماس بسیار با ارزش و ظریف بود و در بدو امر برای دوک‌های ماربرو ساخته شده بود که علت نامگذاری آن همین واقعیت بود. ارزش این الماس استثنایی بود، اما دزدی ناکام ماند و نقشه ها به خوبی پیش نرفت. اسکالیس و همدستش به سرعت دستگیر شدند و به مدت طولانی زندانی شدند، اما الماس هرگز بازگردانده نشد.
شما می‌دانید که الماس بلافاصله بعد از سرقت به نیویورک ارسال شد، اما معلوم نیست برای چه کسی. تا همین امر هر ردی از الماس پاک شده و این سنگ با ارزش هنوز مفقود است. شماره 7، سرقت مرمرهای الگین. سرقت مرمرهای الگین یکی از بحث برانگیزترین موارد سرقت فرهنگی در تاریخ است. مرمرهای الگین مجموعه‌ای از مجسمه‌های مرمری، کتیبه‌ها و قطعات معماری یونانی و اصالتاً بخشی از معبد پارتنون یا سایر بناهای معماری در آکروپولیس بودند. این مرمرها توسط دیپلمات‌های بریتانیایی لورد الگین در اوایل قرن 19 از مکان اصلیشان جدا شدند و به انگلستان منتقل و در موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شدند. جدا کردن مرمرهای الگین از مکان اصلیشان در یونان از آن زمان منبع دیگری بین دو کشور بوده. لورد الگین ادعا کرد که برای جدا کردن مجسمه‌ها از مسئولان عثمانی که آن زمان کنترل یونان را بر عهده داشتند مجوز دریافت کرده است. حقیقت این ادعا هنوز محل مناقشه است. رفتار او به عنوان رفتار غیرقانونی و مخرب در قبال میراث فرهنگی یونان تلقی می شود. یونان هم سالها به دنبال بازگرداندن مرمرهای الگین به زادگاهشان بوده است. اما موزه بریتانیا در این مورد نیز درخواست را رد کرده و نگرانی از ایمنی و نگهداری از مجسمه ها در شرایط مناسب را دلیل این کار توصیف کرده است. این موزه همچنین انتقال مجسمه ها به انگلستان را قانونی و خود را مالک اشیاء تاریخی می داند. و همین امروز بر سر مالکیت این اشیاء و حق نمایش آنها مجادله وجود دارد. شماره 8، باز هم الگین. غارت قصر باستانی. قارت قصر باستانی قدیمی که همچنین به نام یوانگ مینگ یوان نیز شناخته می شود یکی از بدنامترین موارد تخریب فرهنگی در تاریخ بشر است. قصر تابستانی قدیمی مجموعه از قصرها، باغها و معابدی بوده که در حومه پکن در چین واقع شده بودند. این مجموعه در قرن 18 توسط امپراتوری های سلسله کینگ ساخته و یکی از شاهکارهای معماری چینی و طراحی منظره یکی از نمادهای حقیقی فرهنگ شرقی محسوب می شود. اما در سال 1860 در طی دومین جنگ تریاک سربازان فرانسوی و بریتانیایی به بکن حمله و این قصر را غارت کردند و سوزاندند. این حمله انتقام جویانه بود که در تلافی کشته شدن چندین دیپلمات غربی توسط مقامات چینی صورت گرفت. غارت گسترده این کاخ به دستور جیمز بروس، هشتمین ارل الگین و پسر لورد الگین که مسئول دزدی مرمرهای الگین بود صورت گرفت. سربازان بریتانیایی بخش اعظم ساختمان‌ها را ویران کردند، باغ‌ها را سوزاندند و گنجینه‌های بی‌شماری شامل انواعی از آثار هنری، مجسمه‌ها و اشیاء بی‌قیمت را سرقت کردند. تخریب قصر و سرقت گنجینه‌های آن به مثابه نمادی از استعمار چین توسط نیروهای خارجی نگریسته می‌شود. بخش اعظمی از این آثار هرگز به چین بازگردانده نشد. شماره 9، سرقت معبد سلیمان در زمان بابلی ها. بابلی های قدرتمند نیروی مهیب در جهان باستان محسوب می شدند. آنها در سراسر بین النهرین حکومت می کردند و بسیاری از فرهنگ را تحت سلطه خود داشتند. اما برخی از این فرهنگ ها دست به غارت می زدند. پادشاهی اسرائیلی یهود بین سالهای 601 تا 586 قبل میلاد دست به خیزش انقلابی زد، اما در نهایت نتوانست حاکم شود. این انقلاب با پیروزی بابلی ها به اوج رسید و آنها در سال 587 قبل از میلاد وارد بیت المقدس شدند و آن را کاملا ویران و معبد معروف سلیمان را غارت کردند. معبد سلیمان برای یهودی ها به لحاظ مذهبی و فرهنگی اهمیت زیادی داشت و تخریب آن واقعی مهم در تاریخ آنها محسوب می شد. یهودیان بعد از این شکست از بابل افراد شدند. تهدید آنها چندین دهه به طول انجامید تا اینکه ایرانی ها بابل را فتح کردند و به یهودیان اجازه دادند تا به بیت المقدس بازگردند و معبد خودشان را بنا کنند. بر طبق یک روایت باستانی بابلی ها معبد سلیمان را غارت کردند و اشیاء ارزشمند آن را دزدیدند. در میان این آثار تابوت افسانه‌ای عهد، صندوق طلاکاری شده حاوی ده فرمان بود. این سرقت آثار هنوز معمای تاریخی است و هرگز دوباره پیدا نشد. شماره 10،
دزدی جواهرات تاج سلطنتی انگلستان. جواهرات تاج سلطنتی انگلستان مجموعی از اشیاء تشریفاتی شامل تاجها، عصاها و سایر اقوام مرتبط است که در مراسم تاجگذاری خاندان سلطنتی بریتانیا استفاده می شود. این جواهرات نمادی از سلطنت بریتانیا هستند و ارزش تاریخی و فرهنگی عمیقی دارند. برای همین فکر نمی کنید که ممکن است خیلی ساده بتوان آن را دزدید. دزدی این جواهرات در سال 1671 رخ داد و مردی به نام توماس بلاد که خودش را یک روحانی جا زده بود توانست وارد خانه جواهرات شود. بلاد و همدستانش به نگهبان جواهرات حمله کردند. دستان و دهان آن را بستند و بعد با تخریم محفظه جواهرات آن را به سرقت بردند، در حالی که حکم دزدی چنین اشیایی در آن زمان اعدام بود. اما بلاد تنبیه نشد، بلکه توسط چارلز دوم که گفته می شود تحت تاثیر شجاعت و گستاخی او قرار گرفته بود، عفو شد. این اشیا به برج لندن منتقل شدن و از آن زمان در معرض نمایش هستند. ممنون از اینکه از ویدیو ما بازدید کردید. با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. تا ویدیو دیگر، بدرود.